درود خدمت هنرجوهای گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که بخش یک آموزش با من باش از خواننده بسیار محبوب بابک جهانبخش رو تمرین کردید و مشتاق بودید. میدونم یکم سخت بوده، یکم هم غر زدید، اما با تمرین زیاد میتونید بهش برسید، چون که موزیک ویدیو قبلی ما بسیار ساده بود. عروس خانم ها سوال کردن که آیا ما میتونیم اینو اجرا کنیم؟ بله میتونید، فقط رقص پاهاش رو میتونید یه ذره گامای کوچیکتری بردارید که لباس اذیتتون نکنه، وگرنه اجرای خیلی قشنگی میشه برای عروسیتون. خب بریم که بخش دوم رو داشته باشیم، اما قبلش فراموش نکنید من مثل همیشه اول تشکر میکنم از اینکه تا الان با من بودید. دوم خوشحال میشم همچنان به اشتراک بگذارید، لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنونم که تا اینجا تا این لحظه هم با من بودید. بریم که بخش دوم رو آموزش بدم و پرچونگی نکنم. بریم. حالا میرسیم به بخش مشکلی با اینکه داری منو میکشی ندارم. شروع میکنیم اون قسمت رو با هم دیگه تکرار بکنیم. خب باز همین قسمتمون بچه ها هم حرکت پا داره هم حرکت دست داره، پس میخوام که خیلی خوب تمرکز بکنید. اوکی، شما دیگه تو لولی هستید که اگه از اول با من بودید میتونید انجام بدید و برقصید. حرکت اول دست رو بهتون توضیح میدم. بعد از اینکه من دست ها رو وا کردم، ببینید هر دو دست رو همزمان میارم بالا، پشت دست و کنار همه، و بعد برمیگردونم کف دست و رو به هم، دست و باز میشه. من یه دستم بالا میمونه، یه دستم باز میشه به پهلو. پس میشه یک پشت دست، دو کف دست، این دستم که بالاست با کف میاد سمت من، این دستم با پشت دست میاد سمت من. اوکی؟ حالا اینو تا اینجا داشته باشیم. حرکت پاچه پای پای ساید این اوت اسمشه. پس میذارم پامو پهلو جلو، پهلو جلو. من توی چهار تا پای اساسی هم اگر از این لینک وارد بشید این حرکت پا رو آموزش دادم. اون چهار تا پام خیلی پای مهمی هست، سعی کنید حتما نگاه بکنید. پس حرکتمون شد یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، و هم میتونم ساکن بمونم هم میتونم دوباره پای ضرب در بزنم. حالا من میخوام که اون دستی که رفتم رو با پام هماهنگ بکنم. دستای من توی شروع با من باش باز بود. خب میخوام حرکت رو استارت بزنم، دستو که بستم پا باز میشه، دقیقا برعکس همن. پا رو که ضرب دری میکنم دست باز میشه. در واقع هر ضرب هر شمارشو دارم با یک گامم میرم، میگم یک، دو، سه، چهار. اوکی؟ پس حرکت میشه به این شکل، سه، دو، یک، دستا بازه. مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که بجز بودن تو دل خوشی ندارم، من که بجز بودن تو دل خوشی ندارم. دوبار تکرار میکنه. ما اینجا یک بار این حرکت رو تکرار میکنیم و بعد که دستا باز شد، ببینید با کف دست فشار میدم رو به پایین، مجدد با کف دست فشار میدم رو به بالا، با کف دست رو به پایین، با کف دست رو به بالا. بعد هم با پای سوزنی میتونم برم هم با پای پارو پا. یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. پای سوزنی، یک و دو، سه و چهار، پنج و شش، هفت و هشت. مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که بجز بودن تو دلخوشی ندارم. قسمت دوم رو با پا رو پا، من که بجز بودن تو دلخوشی ندارم. دلهوره دارم اسم تو ببره یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی چشمات دروغ نمیگه، شک ندارم که عاشقی قلبم دروغ نمیگه. خب میرسیم به بخش دلهوره دارم اسم تو ببره یکی دیگه،
شک ندارم که عاشقی، چشمات دروغ نمیگه. دو تا فیگورم توی این قسمت داریم. دل هره دارم چیزیه که از در واقع میتونیم الان یه اشاره بکنیم. دل هره داشتن یه حالتی داره که احساس بکنیم یه دل پیچه ای داریم، یه همچی حالتی بهمون دست میده. حالا ما اون رو میخوایم با حرکت دستمون مشخص بکنیم. حواستون باشه دست خیلی قرار نیست نزدیک شکم ما باشه. حرکت به این شکله. من با دست راستم استارت میزنم، میگم 1 2 3 4، دستو میارم بالا. اوکی، پس دل هره دارم اسم تو ببره یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی، چشمات دروغ نمیگه. ببینید، شک ندارم یعنی من مطمئنم از تو. خب یه جوری باز هم بازه، بدن من بازه واسه شخص مقابلم. اوکی، و بعد من دستام رو قراره به چه شکل در بیارم؟ این مچ دستم رو میچرخونم به شکل حرف اس، با تیغه دستم شروع میکنم به شکل حرف اس میچرخونم، یه اس میکشم، 1 2 3 4، همزمان با دست دیگه من 1 2 3 4. این حرکت رو من توی موزیک، آموزش موزیک عمدن از سینا شباخانی آموزش دادم که این قسمت هم لینکش رو براتون میذارم. کلی محتوا تولید کردم براتون، میتونید استفاده کنید. پس 1 2 3 4 به هم میچسبونم، دوباره با پشت دستم باز میکنم، همون حرکت رو تکرار، 1 2 3 4. باز با صورتم حالت ناز میتونم داشته باشم، اما حواستون باشه این گردن رو بیش از حد توی رقص حرکت ندید. یه جاهایی باید باشه که اون ناز شما، اون لبخند شما، اون منظور شما مشخص بشه. اگه از اول اجرا همش سعی کنید حالت ناز کردن داشته باشید، تکراری میشه و اون قشنگی رو از موزیکتون میگیره. به این حواستون باشه. وارد بخش دوم میشیم. این قسمت از موزیک میرسیم به بخش بی کلام موزیک که تقریبا چند بار پشت سر هم یه تیکه موزیک تکرار میشه با یه سری ضربایی که میزنه. اینجا هم حرکت دست داریم هم حرکت پا داریم، پس حسابی تمرکز کنید، خیلی قشنگ میشه اگر تمرین کنید. حرکت اولمون قراره که حرکت پای پاروپا باشه. حرکت پاروپا که خب خیلی راحته، تو این قسمت میتونید 4 حرکت پای اصلی رو برید که من اکثرا اونا رو استفاده میکنم. حرکت اولمون ما قراره 3 بار حرکت پارو پارو بریم. 1 برگشت، 2 برگشت، 3 برگشت، 4 رو قراره یه چرخش داشته باشیم. هم میتونید به صورت پرشی چرخش بکنید، هم میتونید به صورت 3 ضرب چرخش بکنید. ببخشید، گام پوینت یا ساعت کرد چرخش بکنید. پس به این شکله. یه بار دیگه میرم. 1 2، با من بیا. 3، آفرین. ببین 3 که میخوام بپرم دیگه، این پا رو میارم که حالت جفت پیدا کنه، این پا رو میذارم زمین که بتونم از طریق این پام چرخش رو داشته باشم، چرخش تک پا که باز هم من چرخش ها رو آموزش دادم بچه. خب حالا حرکت دستم به چه شکله؟ حرکت دستم این قسمت ساعت 2 برای من، این قسمت هم ساعت 9 برای من، 9 حتی 10 هم میتونم در نظر بگیرم. دست و پای موافق همزمان شروع به حرکت میکنم، از ساعت 2 به 10، 10 به 2، 2 به 10، 10 به 2. صورتمو ماسکه نمی کنم و این زیر بغلم جدای از بدنم، جمع نیست، خیلی هم جلوی بدنم نیست. این قسمت باید بتونم آرنجو بشکنم که صورت منو مخاطب ببینه. 1 و 2 3 و 4، 5 و 6 7 و 8، 1 و 2 3 و 4، 5 و 6 7 و 8. اوکی، دست ها میاد پایین، میرسیم به دست دامن که خیلی خیلی معروفه دیگه. عروس خانم ها میتونن دست دامنشون رو بگیرن، کسایی هم که عادی دوست دارن برقصن حرکتمون به این شکل بود، با پای سوزنی ولی 2 ضرب دارم میزنم، 2 گام راست 2 گام چپ. پس 1 و 2 3 و 4 5 و 6
هفت و هشت. من یه حرکت ریز به کمرم هم میدم، اوکی، که دقیقا با ریتم آهنگ سازگاری داشته باشه. خب بعد از اینکه این حرکت رو انجام دادم، میرسیم به پای فوروارد، بک، و یا اگه به روبرو انجام بشم میشه مامبو دابل استپ. میرم مامبو یک و دو، ولی من میخوام عمق حرکتم رو چون بیشتر بکنم کاملا نیمرخ میشم و دست نوازش بافت مو رو میخوام انجام بدم. دستم از پهلو میاد جمع میشه و به این شکل با پامه. توی حرکت آموزش رقص عروس گیتا همینو گذاشتم، چون که با یه سری ریتمایی که سریع هستن این حرکت خیلی همخونی داره. شما میتونید تو اکثر رقصا استفاده بکنید. حالا تو یکیش دست رو میتونید یه بار حرکت بدید، تو یکیش دوتایی میتونید حرکت بدید. من حالا هی تنوع میدم به حرکت دستم. پس پای فوروارد بک، یک و دو، فوروارد بک، یک و دو، یعنی یک و دو، و یا یک و دو، سه و چار که ریز بشمارم یک و دو میام روی این پام. پس یک دو چا چا چا، یک دو چا چا چا. حالا با دستم یک دو، یک و دو، یا یک دو سه و چار پنج شش هفت و هشت. بعد از این حرکت پام، حرکت پای ساید تو ساید رو میخوام استفاده کنم. یک دو سه چهار، این حرکت پای ساید تو سایده که من دور آخرش رو چون موزیکم کشیده میشه میخوام یه نیم دایره از ساعت دوازده بکشم تا ساعت شش. پس میگم یک دو سه چهار پنج، و یا با شمارش موزیک برم. یک میگه درره ددددم. اوکی خب بریم که این قسمت رو با موزیک اجرا کنیم، ولی لاجرم مجبورم باز روش صحبت کنم، حرکت ها رو تکرار کنم، موزیک کاملش رو اجراش رو ولی جدا براتون خواهم گذاشت. نگران نباشید، بریم. خب عزیزان، برای اینکه متوجه بشید از اول تا اینجا چی کار کردیم، من یک دور دیگه از اول اجرا می کنم تا بخشی که آموزش دادم. با اینکه حرفی نمیزنی تو هم دیگه عاشق منی، هر کی ندونه من که میدونم که. دقیقاً دقت کنید اینجا حالت بدنتون دقیقاً با ریتم آهنگ و کلام خواننده حرکت بکنه. این هماهنگی باعث میشه رقص شما خیلی دلنشین بشه. که چشمات واسه من بیقراره، این رویا با من ادامه داره. خب اگر دقیقاً موزیک رو حس کنید، سعی میکنید اون چیزی رو که میشنوید رو پیاده بکنید. اینم از این قسمت. تو دنیا شبیه من کسی نیست، با من باش، با من باش، با من باش. دست رو باز میکنم و مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که بجز بودن تو دلخوشی ندارم، من که بجز بودن تو دلخوشی ندارم، دلخوره دارم اسم تو ببره یکی دیگه، شک ندارم که عاشقی، چشمات دروغ نمیگه. چون عاشقی رو داریم بیان میکنیم، سعی میکنیم یه لبخندی داشته باشیم که دلنشین تر بشه. میرسیم به بخش بی کلام. گفتیم که سه بار حرکت پا رو انجام میدیم، چهارمی چرخش، و بعد حرکت دست دامن رو انجام میدم. خب بعد حرکت دست نوازش با پای مامبو دوبار ساید تو ساید و یه نیم دایره.